فضای آنلاین پر از چیزای جذابه، مثل محصول منحصر به فرد شما برای مشتریایی که دنبالتون می‌گردن. اما یکی از همون چیزای جذاب حواسشون رو پرت می‌کنه و یادشون میره محصول شما رو کجا دیدن، یا اصلا یادشون نمیاد که چی دیدن. میتونید دنبالش برید و پیداش کنید. اما تپسل میگه بهتر شما از اول همه جا باشید. اینجوری هم مشتری خیلی راحت توی همه فضای آنلاین شما رو میبینه و پیداتون میکنه و هم مشتریای تازه بهش اضافه میشن. چرا تپسل؟ چون تو فضای آنلاین تپسل همه جا هست. تپسل. سلام دوستان، وقتتون بخیر. من یزدان زرخا هستم. با هم میخوایم امروز وبینار افزایش عملکرد و درآمد وبسایت با پوش نوتیفیکیشن رو داشته باشیم. دوستان اگر صدای من اوکی هست اعلام بکنن، ما کم کم هم من فایل ارائه رو آپلود بکنم و با امید خدا شروع کنم. الان شما فایل ارائه رو میتونید مشاهده بکنید؟ خب خیلی هم عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با امید خدا ما کم کم شروع کنیم ارائه چیز رو، ارائه که حالا در رابطه با پوش نوتیفیکیشن داریم رو. فقط قبل از اون دوستان اگر یه مقدار خودشون رو معرفی بکنن که از چه کسب و کاری هستید و اینکه پوزیشنتون چیه، تا بتونم یه کوچولو دید داشته باشم نسبت به اینکه ما از چه جهتی داریم پوش نوتیفیکیشن رو بررسی میکنیم، بتونیم مثالا یه مقدار کاربردی تر هم تو طول ارائه با هم داشته باشیم، من ممنون میشم. من یه لحظه فقط این وسط به خاطر مشکلی که پیش اومد من شیر اسکرینم رو قطع بکنم، من مجدد الان باهاتون شیر میکنم.
خب خیلی هم عالی، ظاهرا چیز ما پی دی اف هم میکنیم اینجا یک کوچولو فرمتش میریزه به هم. تا جایی که میبینم دوستان بیشتر مدیر مارکتینگ و وبسایت فروش قطعات یدکی خودرو و خیلی هم، ولی اتفاقا صحبتی که میکنیم خیلی میتونه کمکتون بکنه در راستای فروش بیشتر و در راستای اینکه بتونید کاربرانتون رو برگردونید به وبسایتتون تا اینکه بتونید طبیعتا فروش موثرتری بهشون داشته باشید. خب به نام خدا، من مجدد خودم معرفی میکنم واسه دوستانی که تازه اضافه شدن به جمع ما. من یزدان زرفا هستم، مدیر ارتباط با ناشرین وب تپسل. امروز قراره با مبحث اینکه ما اصلا ببینیم پوش نوتیفیکیشن چی هست، چجوری میتونه به عملکرد وبسایتمون و درآمدزایی از طریق اون کمک بکنه با توجه به نوع کسب و کارها و نوع وبسایتی که داریم. ما امروز قرار راجع به این مباحث صحبت بکنیم. در وهله اول میایم بررسی کنیم که پوش نوتیفیکیشن چی هست در حالت کلیش، که ما ببینیم اصلا ما به چی میگیم پوش نوتیفیکیشن، به چه دردی میخوره، چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. بعد از اون میایم تاریخچه پوش نوتیفیکیشن رو بررسی میکنیم که این پوش نوتیفیکیشن که گفتیم از کجا اومده، الان به کجای مسیر خودش رسیده، چه مقدار مسیر خودش اومده جلو. بعد اون انواع پوش نوتیفیکیشن ها رو از دید کمپین بررسی میکنیم. زمانی که شما میخواید یک کمپینی رو از طریق پوش نوتیفیکیشن ران بکنید، یه حالت کلی، یه کاربرد کلی بررسی میکنیم. بعد از اون تاثیر پوش نوتیفیکیشن رو بر عملکرد وبسایت بررسی میکنیم که چگونه میتونیم با پوش نوتیفیکیشن به سئو وبسایتمون کمک بکنیم، به راندمان وبسایتمون کمک بکنیم. بعد از اون یک فیچری رو بررسی میکنیم اسم دستبندی موضوعی مخاطبین در پوش نوتیفیکیشن، که اصلا اینکه ما بخوایم مخاطبینمون رو به صورت موضوعی دستبندی بکنیم به چه شکل هست، به چه دردی میخوره، فرق تگ زدن با دستبندی، یعنی تگ زدن دستبندی به نوعی حالا معادل فاز شده سگمنت بندی، فرق تگ زدن با سگمنت بندی چیه. بعد از اون میریم سراغ اینکه ما به چه شکل میتونیم از طریق پوش نوتیفیکیشن که رو وبسایت خودمون داریم درآمدزایی کنیم. در وهله آخر هم بعد از اینها میریم سراغ راه اندازی پوش، که چگونه میتونیم پوش رو وبسایتمون راه اندازی بکنیم. بیشتر صحبت، یعنی صحبت این مبحث حول پوش وب میچرخه، صحبت این وبینار برای وبسایت ها بیشتر کاربرد داره، هم وبسایت هایی که در واقع فروشگاهی هستن به نوعی دارن کالایی رو به
مخاطب خودشون ارائه میکنن و ارزش افزوده که مخاطب ارائه میکنن کالا، هم وبسایت هایی که ارزش افزوده که مخاطبشون ارائه میکنن مطلبشون. شما میتونید یک وبسایت فروشگاهی داشته باشید ولی ارزش افزوده که مخاطبتون ارائه میکنید مطلبتون باشه توی بلاگتون، که میاید آموزش میدید به مخاطب و خب طبیعتا قصد و هدفتون هم بالا بردن سایت توی از نظر سئو هست، بالا بردن سایت از جهت اینکه بتونید تو صفحات سرچ گوگل بیاید بالا، هم بتونید از صفحات وبلاگ خود طبیعتا کاربرتون رو راهنمایی بکنید به صفحه خرید که بتونید یک محصولی رو از شما بخرید. پوش بخوام شروع بکنیم با اینکه پوش نوتیفیکیشن چیه. یه وقتایی ما هممون طبیعتا روی گوشیمون این رو تجربه کردیم که یه پیامی از یه مسنجری میاد، یعنی یه نوتیفی، یه اعلانی میاد، حالا اصطلاحاً فارسی شده شو میگن اعلان، یه اعلانی میاد روی گوشیمون از مسنجرمونه، یه اعلانی ممکنه بیاد روی گوشیمون که از مسنجر نباشه. اصطلاحاً به این اعلان ها میگن پوش نوتیفیکیشن، که این پوش نوتیفیکیشن ها میتونه حالا در دسکتاپ بیاد و در موبایل بیاد که حالا جلوتر بیشتر بررسیش میکنه. این اعلان ها توی هر نرم افزاری که نصب میکنید، حتی مسنجر هاتون، از شما اجازه گرفته میشه و براتون فرستاده میشه. با اجازه کاربر یک اعلانی میاد که به شما رو از یه چیزی آگاه بکنه، مثلا یه پیامی واسه شما اومده، مثلا یه بازی به شما پوش میزنه که الان بیا بازی کن و انقدر جم بگیر، الان بیا بازی کن مثلا انقدر سکه بگیر، این الان مثلا یه قرعه کشی داریم. به اینها میگن پوش نوتیفیکیشن. اون پیامی که میاد روی سیستم شما میگن پوش نوتیفیکیشن. یه ذره دقیق تر بخوایم بررسیش بکنیم، پوش نوتیفیکیشن از دسته پاپ اپ هاست. چرا؟ چون به صورت یهویی نمایان میشه روی صفحه و نکته حالا حائز اهمیتی که داره اینه که با رضایت کاربر. شما خیلی از وقتا از پاپ اپ بدون رضایت کاربر میاد، یعنی شما توی یک سایتی میرید روی لینکی کلیک میکنید، مثلا سایت موزیک بیشتر این داستان براشون اتفاق میفته، میرید روی لینک دانلود کلیک میکنید، مثلا رفت توی صفحه دیگه، مجبورید اون صفحه رو ببندید تا برگردید توی این صفحه. خب این نوع تبلیغ پاپ اپه، پوش هم یک نوع پاپ اپه چون خودش میاد، ولی پوش چون با رضایت کاربر میاد، مثلا من به واتساپ هم اجازه دادم که به من پوش بزنه، به تلگرام هم اجازه دادم که به من پوش بزنه، به این نرم افزارها اجازه دادیم که بهمون پوش بزنن، پس طبیعتاً انتظار داریم پوششون رو روی صفحه ببینیم. ولی من انتظار ندارم پاپ اپ رو ببینم، انتظار ندارم وقتی مثلا میرم توی یه سایت ای پی کا برام دانلود میشه، انتظار دانلود شدن ای پی کا رو ندارم. پاپ اپ بدون اجازه است، ولی این تبلیغ ها با اجازه، پس طبیعتاً کیفیت بهتری دارن. و اینکه شما چه حالا به هدف تبلیغ چه به هدف غیر تبلیغ وقتی پوش نوتیفیکیشن ارسال کنید، که باز میگم جلوتر دقیق‌تر بررسیش می‌کنیم، کاربرها راضی ان که دارن اون رو میگیرن، انتظار دیدن اون رو دارن، پس بهش توجه میکنن. حالا نکته بعدی که داره چیه؟ اینکه این نرم افزار اجازه میگیره که برای شما پوش بزنه. زمانی که نرم افزار اجازه میگیره، مثل تلگرام، مثل واتساپ، این رو مرورگر هم میتونه اجازه بگیره به عنوان یک نرم افزار. مثلا کروم گوشی من میتونه اجازه بگیره که برای من پوش بزنه، یا مثلا فایرفاکسی که روی در واقع لپتاپ من نصب هست میتونه اجازه بگیره که برای من پوش بزنه. اینها اصطلاحا بهش میگن پوش وب، وب پوش. چرا؟ چون توسط وبسایت ها زده میشه. حالا این اجازه گرفتنه چه جوریه؟ در کل که یه بار مرورگر اجازه میگیره که آقا من به عنوان کروم میخوام پوش بزنم، بعد مورد بعدی این هستش که شما توی زمانی که یک سایتی رو دارید و یک حالا نرم افزاری رو برای پوش میذارید روی یک وبسایتتون، وبسایت شما از کاربر اجازه میگیره که میخوام پوش بزنم. مثلا وبسایت تابناک اجازه میگیره که من میخوام پوش بزنم و شما بهش اجازه میدید، مثلا بهش اجازه میدید و اون پوش میزنه. شما زمانی که میرید تو تابناک میبینید که یه چیزی اون بالا میاد که آقا من اجازه دارم بهت پوش نوتیفیکیشن ارسال بکنم، شما زمانی که اون رو الو بکنید و اجازه بدید، اون براتون شروع میکنه پوش زدن. چون با رضایت کاربر هست، پس طبیعتا کاربر انتظار دیدن شد داره، همون جوری که گفتم. و به این شکلی که شما از طریق یک وبسایت این شکلی میتونید پوش بزنید، از طریق یک وبسایت به یک مرورگر کاربر میتونید پوش بزنید. ما دو دسته پوش داریم همون جوری که گفتم، حالا از دو جنبه پوش رو تقسیم بندی میکنم، پوش وب و کلا پوش نوتیفیکیشن. دو دسته پوش داریم، یکی پوش موبایل، یکی پوش دسکتاپ. پوش دسکتاپ طبیعتا پوشیه که روی سیستم شما، روی دسکتاپ شما میاد
حالا اگر تا الان اجازه نداده باشید احتمالا ندیدید، ولی اگر توی سایت های خبری یه ذره بچرخید و اجازه بدید و بهتون گوش بزنن، سایت های دیگه مثل یوتیوب، مثل دیجی، حالا همه اینها هم از سیستم های پوش نوتیفیکیشن ارسال استفاده میکنن و پوش ارسال میکنن. اگر اجازه بدید که بهتون پوش بزنن، میتونید ببینید این سیستم رو. حالا البته دیجیکالا رو اونقدر مطمئن نیستم، ولی یوتیوب میدونم پوش میزنه و هاب اسپات پوش میزنه، که حالا جلوتر توی دستبند دیگه همون هم داریمشون، یعنی مثال های ازشون داریم. میبینید به این شکل، به شکلی که حالا الان توی تصویر دارید میبینید، یه پوشی بالای صفحتون میاد که یک خبری رو، یک آفری رو، یک چیزی رو، یک عنوانی رو به شما پوش زده و توی موبایلتون هم که طبیعتاً تا الان دیدید و پوش داشت. پوش دسکتاپ غالبا پوش وبه، پوش نرم افزار هم میتونه باشه، ولی توی موبایل هم همینجور میتونه پوش اپ باشه و میتونه پوش وب باشه، ولی توی دسکتاپ غالبا پوش وبه. خیلی کمتر پیش میاد نرم افزاری تو دسکتاپ بخواد پوش بزنه و بخواد پوش ارسال بکنه، مگر مسنجرها و چیزهایی که اعلان دارن، یعنی اینجوری که یه پیامی برای شما اومده، یه ایمیلی برای شما اومده، مگر اونها. ولی نرم افزارهای دسکتاپ، مثلا شما وردتون هیچ وقت بهتون پوش نمیزنه، مثلا پاورپوینتتون هیچ وقت بهتون پوش نمیزنه. یکی از حالا حسنایی که این در واقع این ارسال این پیام داره و این هستش که شما به لاک اسکرین کاربر راه پیدا میکنید، چه پوش را از طریق وبسایت خودتون بزنید، چه پوش تبلیغاتی بزنید. من یه نکته کوچیکی رو مثلا بگم، ما پوش رو از یه دسته دیگه هم میتونیم تقسیم بندی بکنیم، پوش تبلیغاتی و پوش غیر تبلیغاتی. پوش غیر تبلیغاتی این هستش که مثلا من اگر به عنوان مدیا اد دارم به شما پوش میزنم، یک موردی رو راجع به مدیا اد دارم پوش میزنم و یک خبری راجع به مدیا اد، یک لینکی رو راجع به مدیا اد دارم میفرستم روی صفحه شما. ولی پوش تبلیغاتی این شکلی هستش که ممکن یک نفر دیگه اومده باشه و گفته باشه برای من تبلیغ بکن و من اون تبلیغات رو پوش بکنم. پوش مال جای دیگه است، پوش مال خود من نیست، یعنی پوش مال خود اون مرجعش نیست، لینک به مرجعش نمیشه. من عذر میخوام. حالا بخوایم ما پوش نوتیفیکیشن رو یه کوچولو فنی تر چیز بکنیم، بررسی بکنیم، زمانی که یک پوش میاد روی وبسایت شما به این شکل هستش که به این صورت هستش که عذر میخوام که یک صفحه این شکلی برای شما باز میشه که غالبا البته خیلی کوچیک‌تر از اینه و به صورت اعلان میاد. زمانی که شما رو تو نوتیفیکیشن بارتون یه ذره بکشید پایین که کامل به شما نشون بده، به این صورت به شما نشون داده میشه که هر کدوم از این المان‌ها میتونن باشن، میتونن نباشن، بنابر سرویس ارائه دهنده پوش شما و بنابر چیزی که خودتون تنظیم میکنید. حالا جلوتر ما سرویس پوش رو مثال میزنیم که توی اون سرویس دقیقاً من بهتون میگم که هر کدوم اینا رو چجوری میتونید تنظیم بکنید و کدوم هاش. الان صدا و تصویر من اوکیه؟ خب ظاهرا اوکیه، عرض میکنم خدمت. به این صورت هستش که هر کدوم از اینها رو میتونید تنظیم بکنید که باشن یا نباشن، میگم بنابر اون سرویس ارائه دهنده پوش، که حالا ممکنه یه سری از این فیچرها رو داشته باشه، یه سری ها نداشته باشه. در وهله اول ما دامین ناشر رو میبینیم، چون این ناشر اجازه گرفته که پوش بزنه توسط به این کاربر، یعنی کاربر رفته توی این سایت و اجازه داده که آقا من میخوام که پوش رو پوش به من ارسال بشه. در وهله دوم ما این پایین ترش داریم تیتر رو میبینیم که الان اینجا نوشته The sale is coming. اون تیتر و یک متنی که زیرشه، این تیتر و متن پوش هستش. تو یک سری از سیستم های پوش اون پایین اسپانسر رو هم ذکر میکنن، یه سری از سیستم های پوش این رو ذکر نمی. شما تو پوش میتونید تصویر رو ارسال بکنید و تصویر رو ارسال نکنید، که این بنابر هر مرورگر و شکلی که پوش رو نشون میده، این تصویر ممکنه تصویری که شما میفرستید کامل دیده بشه یا ناقص دیده بشه.
و بالا سمت راست هم الان داریم لوگو رو میبینیم که این هم باز توی یه سری از سیستم های کوش هست، توی یه سری از سیستم های کوش نیست که شما بتونید لوگو رو ارسال بکنید یا نه، چون از یه جهتی هم به این شکل داره سنگین میکنه پوش نوتیفیکیشن که ارسال میشه. سنگین شاید منظورم اشتباه نرسونم، سنگین از جهت سایز یا حجمی که داره میفرسته، چون طبیعتا عکس پایینتر خیلی بزرگتره، از جهت اینکه داره شلوغش میکنه. من بخوام یک کوچولو منظورم بهتر بیان بکنم. خب این سیستم حالا پوش نوتیفیکیشنی که ما باهاش آشنا شدیم مثلا از کجا اومده؟ این اولین بار از سال 2003 اومد و توسط شرکت آر آی ام یا همون بلک بری ریس شد. من فقط یک بار مجدد چک بکنم که صدا و تصویرم هست. من فکر کنم یه کوچولو صدا و تصویر من داره قطع و وصل میشه، به خاطر اون من تصویر رو قطع کردم که چیزه یه کوچولو در واقع اون سرعت ارائهمون بیشتر بشه، اون کیفیتش بهتر بشه و صدای من رو خیلی راحت تر داشته باشه. اگر الان صدا اوکی هست ادامه بدیم. خب اولین بار سال 2003 سیستم پوش نوتیفیکیشن توسط شرکت آرایم یا همون بلک بری برای اولین بار توی اون سالها قالب ارتباطی که کاربرها با هم تو دنیای دیجیتال داشتن از طریق ایمیل بود و خب خیلی کمتر و شاید تقریبا نبودن مسنجرها. بلک بری اومد سیستم پوش نوتیفیکیشن رو رو ایمیل پیاده کرد و شما زمانی که براتون ایمیل می اومد براتون پوش هم ارسال میشد. قبلا چه شکلی بود؟ این بود که شما منتظر ایمیل یه شرکتی بودید، منتظر مثلا تاییدیه مدیرتون بودید، بعد هر 4-5 دقیقه یه بار میرفتید چک میکردید که مدیر من ایمیل داده، اون شرکتی که من دارم باش کار میکنم به من ایمیل داده یا نداده که بتونید از یه چیزی مطلع بشید. و خب این خیلی کار رو کند میکرد و ممکن بود خیلی تعداد پیام ها و امورات میس بشه. چه شرکت بلک بری برای اولین بار اومد این سیستم پوش رو آورد که اومد به کاربرهاش اعلام میکرد که الان برات ایمیل اومده و این باعث شد که توی اون سالها خیلی بتونه گوشیاش رو با حجم بالاتری بفروشه و خیلی خواهان پیدا بکنه. بعد سال 2009 اگه اشتباه نکنم روی iOS 3 بود که برای اولین بار اپل اومد روی سیستم عامل خودش پوش رو ارائه کرد، پوش نوتیفیکیشن رو روی هم ایمیل و هم نرم افزارهای دیگه‌اش ارائه کرد که تونست از مقبولیت خوبی برخوردار بشه و تونست که از به نوعی سیستم پوش نوتیفیکیشن رو راه اندازی بکنه به معنایی که ما الان داریم میشناسیم، به معنایی که ما واسه برگردوندن کاربر داریم به وبسایتمون، به اپلیکیشنمون استفاده میکنیم و حالا به نوعی به عنوان اعلان داریم ازش استفاده میکنیم، کاربردهای مختلفی که ما داریم از پوش نوتیفیکیشن میگیم. این کار اولین بار توسط شرکت اپل تو سال 2009 انجام شد. میگم اگه اشتباه نکنم iOS 3 بود. من یه لحظه از خب بعد از اون سال 2010 اندروید اومد پوش نوتیفیکیشن رو روی نرم افزار خودش ارائه کرد و این باعث شد که تقریبا ما روی همه گوشی های اسمارت فون پوش نوتیفیکیشن رو داشته باشیم و پوش نوتیفیکیشن به جامعیت برسه روی استفاده توسط کاربران. سال 2013 شرکت گوگل برای اولین بار سرویس پوش نوتیفیکیشن وب رو معرفی کرد که روی
مرورگر خودش و گوگل کروم پوش نوتیفیکیشن ارسال کرد و بعد از اون سال 2017 و تا سال 2017 کم کم بقیه مرورگرها هم مثل ایج، مثل اوپرا، مثل سافاری شروع کردن از پوش نوتیفیکیشن پشتیبانی کردن و پوش نوتیفیکیشن به اون همگیری الان رسید از جهت استفاده و از جهت بسته تا سال 2020 که در واقع به نوعی این یه کوچولو الان که ما سال 2022 هستیم تا همین الانش هم همینجوری داره پیشرفت میکنه به نوعی به استفاده همگانی رسید، به عنوان یه ابزار دیجیتال مارکتینگ شناخته شد که ما میتونیم باهاش بازاریابی دیجیتال بکنیم، باهاش میتونیم به کاربرهای خودمون پوش بزنیم و استفاده های مارکتینگی ازش میشه. من یه موردی رو هم اینجا بخوام ذکر بکنم اینه که راجب کلی پوش نوتیفیکیشن که ما چون داریم راجب پوش نوتیفیکیشن وب صحبت میکنیم، شما زمانی که دارید توی وب پوش نوتیفیکیشن میزنید همونجور که گفتم دارید به مرورگر کاربر پوش نوتیفیکیشن میزنید، پس یعنی اگر من یه دونه فایرفاکس دارم روی لپتاپم، یه دونه کروم دارم، یه دونه سافاری دارم روی لپتاپم و با هر ستاش میام توی سایت شما پوش نوتیفیکیشن رو تایید میکنم، شما زمانی که یک پوش رو ارسال بکنید این ستا از هم تفکیک میشن و این شکلیه که به عنوان ستا کاربر شناخته میشن، هر مرورگر و هر دیوایس یک کاربره. این باعث میشه که برای من تو هر ستا مرورگرم پوش نوتیفیکیشن بیاد و اینا از هم تمیز داده نمیشه، یعنی من یک کاربر شناخته نمیشم که حالا توی سه جا اینو اکسپت کنم، یا اگر من روی کرومم اکسپت بکنم و اون تایم کرومم بسته باشه روی با فایرفاکس دارم کار میکنم این شکلیه که کرومم به صورتی که کلوز باشه و کلا مثلا روی گوشی فورس کلوز باشه و با اصلا باز نباشه که نوتیفیکیشن هاشم نیاد، اون موقع برای من نوتیفیکیشن نمیاد. خب بخوام بریم جلوتر، من خواستم این رو کلیر بکنم که اینجا کاربر منظور هر مرورگر کاربر هست که کاربر توی اون پوش نوتیفیکیشن رو اکسپت کرده، توی اون مرورگر پوش نوتیفیکیشن ارسال پوش نوتیفیکیشن رو اکسپت کرده و اجازه داده که بهش پوش ارسال بشه. برای کمپین های پوش نوتیفیکیشن خب ظاهرا الان صدا خوبه برای کمپین های پوش نوتیفیکیشن، ببینید کمپین پوش نوتیفیکیشن یعنی منظور اینجا پوش نوتیفیکیشنی است که شما روی وبسایت خودتون میفرستید. میتونیم خیلی کاربرد ها رو ذکر بکنیم، حالا من یه تعدادی کاربرد عمدش رو آوردم. اولین کاربردش، حالا بخوام از سمت چپ تصویرم شروع بکنیم، زمانی که شما روی یه ایونتی، روی یک رویدادی، روی یک روز خاصی دارید یک ایونتی رو رام میکنید، مثلا یه فروش فوق‌العاده دارید یا هر چیزی برای وبسایت‌های فروشگاهی، یا اینکه ممکنه که امروز مثلا شما یه جشنواره خاصی داشته باشید، حتی وبسایت‌های خبری هم میتونن اینو داشته باشن، مثلا ما امروز جشنواره فروش رپورتاج داریم یا مثلا این هفته جشنواره فروش رپورتاج داریم، منظور برای یک ایونت خاص در یک تایم خاص شما میتونید اون تایم پوش نوتیفیکیشن ارسال بکنید و کاربر رو مطلع بکنید که کاربر من الان این ایونت رو دارم و میتونی استفاده بکنی، مثلا برای روز مادر الان جشنواره فروش داریم، میتونید بیاید مثلا با 40% تخفیف از ما خرید بکنید. مورد دوم فروش هیجانیه، شما زمانی که یه چیزی ترند میشه میخواید بگید که ما این رو موجود کردیم، ما میخوایم که، یا به هر نحوی میخواید که چیز بکنید، کاربر رو وادار به یک خرید هیجانی بکنید، میتونید از پوش نوتیفیکیشن ارسال بکنید، چون پوش نوتیفیکیشن رو میبینم و زمانی که حالا بنابر اون تیتر و متنی که شما زدید یک کوچولو کاربر ترغیب بشه و حالا توی اون جوش هم باشه خیلی راحت‌تر کلیک میکنه و میاد و میتونه منجر به فروش هیجانی بشه، فروشایی که کاربر در لحظه تصمیم میگیره که یه چیزی رو بگیره. زمانی که اطلاع رسانی محصولات و خدمات جدید، شما الان توی مثلا یک سرویسی رو اضافه کردید که چند وقت بوده، مثلا توی سایتتون زده بودید، به زودی میخواید کاربرتون رو مطلع بکنید، طبیعتا راه‌های مختلفی هست، شما میتونید بهشون اس ام اس بزنید، میتونید بهشون ایمیل بزنید، یکی از راه‌های کم هزینه، به شدت کم هزینه پوش نوتیفیکیشن و این شکلی هستش که شما دقیقاً به کاربرای خودتون میزنید. مثلا میگم شما ممکنه یه جنسی رو موجود کرده باشید، این جنس
تعداد کمی موجود شده باشه و دوست دارید که خب کاربرای وفادارتون بیشتر این رو بگیرن تا رضایتشون بره بالاتر. در واقع برای لویال کردن کاربراتون دارید، برای وفادارسازی مشتریاتون دارید کار میکنید. میتونید اون رو در قالب پوش نوتیفیکیشن ارسال بکنید، خبر این که این کالا موجود شده، یا اینکه مثلا الان بیا این کالا رو بخر، مثلا الان بیا، یا مثلا تیترش میتونه این باشه که چه میدونم این کالا موجود شد. مطلب بعدی برای انتشار مطالب، من عذر میخوام اینجا یه کوچولو اشتباه تایپی پیش اومده، اشتراک نوشته شد. برای انتشار، البته اشتراک هم به نوعی درسته ولی بیشتر انتشار مطالب، یعنی به چشم شما یه مطالبی رو انتشار دادید روی وبسایتتون و میخواید با کاربرتون به اشتراک بذارید، میتونید این کار رو بکنید و میتونید یک سری کاربر رو بیارید و طبیعتا اون مقاله اون خبرتون بازدیدش میره بالاتر، که حالا جلوتر میگیم بازدیده چه اثری داره روی وبسایت. مثلا شما یه مطلبی روی بلاگتون کار کردید، خب طبیعتا هدفتون از بلاگ سئو، سئو هم خب نیاز به بازدید داره، میتونید اون رو پوش بزنید که یک تعدادی بازدید کننده بیان این رو ببینن و اون میزه آمار بازدید اون صفحتون بره بالا. میتونید برای محصولایی که داشتید هم برای تبلیغش استفاده بکنید. مثلا شما تو نمودارهای فروشتون میبینید که فروش این محصول اومده پایین تر، حالا جلوتر توی دستبندی هم بگم میبینید که این خیلی نموده بهتری پیدا میکنه. مثلا فروش محصول X اومده پایین تر، توی چه کتگوری هست، من برم به آدم های این کتگوری پوش بزنم که مثلا این محصول رو هم میتونی بگیری، یا به دوی آگاهشون بکنم که این محصول هم وجود داره تو وبسایت من، شاید ندیدن، شاید هر اتفاقی افتاده. بنابر حالا تحلیل هایی که روی وبسایتتون دارید که از چه صفحه چقدر بازدید شده و اینها، میتونید پوش بزنید و کاربرها رو به سمت اون صفحه‌ای که بازدیدشون کمتره هم بکشونید که اون بالانس بشه، به دوی سمت اون محصولاتی که کمتر دیده شدن، کمتر فروش رفتن، میتونید به این حالت به کاربرتون اطلاع رسانی بکنید که بیان بخرن. این یه سری کاربردهای کلی پوش نوتیفیکیشنه، یعنی دسته های کلی. خب بخوام ریستر بشیم، خیلی کاربرد داره و شما برای هر ایونتی هر چیزی میتونید از پوش نوتیفیکیشن استفاده بکنید که یه پوش بزنید به کاربرتون. و در کل کاربرد پوش نوتیفیکیشن اگه بخوام که جمله بگیم، اعلانه. خب همون ترجمه فارسی که براش آوردن، شما میخواید کاربر رو از یه چیزی مطلع بکنید، میتونه یه خبر باشه، میتونه یه ایونت باشه، میتونه موجود شدن یه چیزی باشه، هر چیزی رو شما میتونید در واقع پوش نوتیفیکیشن هر مطلبی رو ارسال بکنید و کاربر رو برگردید، که کاربر میاد روی پوش نوتیفیکیشن کلیک میکنه و وارد اون لینکی میشه که شما پشت پوش نوتیفیکیشن گذاشتید. یعنی شما در واقع هر لینکی رو میتونید پوش بکنید با هر تیتر و هر در واقع متنی که دوست دارید. حالا این پوش نوتیفیکیشنی که گفتیم، اینها همه کاربردهای بیزینسیش رو تا الان بررسی کردیم برای یک بیزینس. از جهت سئو و عملکرد روی وبسایت، روی پرفورمنس وبسایت چه اثری داره؟ ببینید، ما توی یکی از فاکتورهای اصلی سئو میزان بازدید از صفحات وبسایت. شما زمانی که پوش ارسال میکنید به کاربرتون، این مورد چند تا هست داره واسه شما. یکی اینه که شما دارید پوش رو به کاربری ارسال میکنید که رضایت داره، کاربری که تا الان سایت شما رو دیده و طبیعتاً به سایتتون یه اعتمادی داشته که اکسپت کرده که براش پوش بفرستی و تایید کرده که براش پوش ارسال بشه، از این سایت به نوعی اعلان ارسال بشه. پس در نتیجه احتمال اینکه کاربر کلیک بکنه هست. ببینید، سی تی آر بالایی دارن غالباً پوش ها به نسبت حالا بقیه نوع تبلیغات، بقیه نوع حالا ویجت هایی که هست. این باعث میشه کاربران برگردن به وبسایت شما. اولین فاکتور و خب مشهود ترین فاکتور، افزایش بازدید وبسایت. طبق حالا تحقیقاتی که شده، پوش میتونه تا 23% بازدید وبسایت شما رو افزایش بده. و نکته مهمتر از حالا اون درصد افزایش اینه که ترافیک با کیفیت میاره سمت شما، یعنی ترافیکی میاره که احتمالاً کاربر دوست داشته که اونو کلیک کرده و دوست داره که اون مطلب رو بخونه. پس در نتیجه سشن تایم سایت شما رو میتونه ببره بالاتر و اینجوری نیست که کاربر یه صفحه رو باز بکنه ببنده، باونس ریت شما رو میتونه بیاره پایینتر و تاثیراتی که از این قبیل ترافیک با کیفیت میتونه بذاره روی وبسایتتون. مجموع اینها باعث میشه که پوش نوتیفیکیشن به پرفورمنس وبسایت شما به شدت کمک بکنه و باعث
باعث بشه که پرفورمنس وبسایت شما بیاد بالا. البته اینا همه منوط بر درست استفاده کردن از پوش نوتیفیکیشنه که حالا جلوتر میگیم که یه پوش خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه که ما بتونیم بیشترین استفاده رو ازش ببریم، بیشترین در واقع کاربرد رو ازش داشته باشیم، بیشترین منفعت رو ازش داشته باشیم. خب حالا ما پوش رو ارسال میکنیم، چجوری ما میتونیم این پوش رو ارزیابی بکنیم که پوشی که ارسال کردیم چجوریه، بتونیم بهبودش بدیم؟ خب طبیعتا یکی از بهترین فاکتورها برای اینکه ما بهبود بدیم عمل کرده هر چیزی رو ای بی تست هاست، که شروع کنیم تیکه تیکه هر چیزی رو تغییر بدیم و شروع کنیم تست بکنیم که ببینیم با کدوم داریم پرفورمنس بهتری میگیریم. مثلا ما زمان ارسال پوش رو شما وقتی بخواید تنظیم بکنید که مثلا توی روزهای مختلف توی ساعت‌های مختلف شروع کنید پوش بزنید و با یه سری فاکتورها یه سری KPI ها بتونید این رو بسنجید. من حالا دو سه تا از KPI هایی که دو تا از KPI هایی که دو سه تا از KPI هایی که مطرح میشه برای ارزیابی عمل کرده پوش رو الان میگم و حالا یکی دو تا روش هم میگم که چجوری بتونیم اینها رو ارزیابی بکنیم. ببینید یکی از مهمترین چیزها تعداد سابسکرایبر های شماست که شما بتونید پوشتون رو ارزیابی بکنید، پوش وبسایتتون رو ارزیابی بکنید. ببین تعداد سابسکرایبر، سابسکرایبر یعنی اساسا یعنی اون آدم هایی که اکسپت کردن که شما براشون پوش ارسال بکنید. زمانی که تعداد سابسکرایبر شما شروع بکنه به ریختن، یعنی محتوای شما رو دوست ندارن و رفتن پوش شما رو بلاک کردن، تعداد سابسکرایبر های شما شروع شده به کم شدن. زمانی که رشد تعداد سابسکرایبراتون میره بالا، یعنی اون ریزشه کمتر شده. ببین ریزش هیچ وقت نمیتونه صفر بشه، چون ممکنه باز یه نفری دستش خورده باشه و این رو اکسپت کرده باشه و بعد بیاد بلاک بکنه. ولی این هستش که شما زمانی که اون رشد رو میبینید و میبینید که این نمودار رشد شیبش بیشتر شده، میفهمید که الان دارید پوش های خوبی میزنید. مورد بعدی این هستش که ما زمانی که پوش رو ارسال میکنیم یه تعدادی پوش دلیور میشن، یه تعدادی پوش کلیک میشن. مورد بعدی سی تی آر اون پوش هاست که شما اگر بخواید اون محتوا رو چیز بکنید، محتوا رو در واقع به نوعی ارزیابی بکنید که این محتوایی که زدیم چه مقدار مثلا بهتر بود از محتوای هفته پیش، بدتر بود از محتوای هفته پیش، به چه شکل بوده، با محتوای ماه قبل مقایسه بکنید، از جهت سی تی آر میتونید مقایسه بکنید. از جهت سی تی آر و ای سی تی آر، سی تی آر به نرخ کلیک میگن، یعنی میزان شما مثلا میگم 1,000,000 پوش ارسال کردید، 1,000,000 کاربر دارید، به همشون پوش ارسال کردید، 1,000,000 پوش ارسال کردید و مثلا 1,000 تا کلیک شد، اون 1,000 تقسیم برای 1,000,000 میشه سی تی آر پوش شما. ممکنه فردا یک پوشی رو ارسال بکنید 3,000 تا کلیک بشه و همون 1,000,000 تا کار. پس طبیعتاً سی تی آر شما رفته بالاتر. چرا سی تی آر رو اینجا ملاک قرار میدیم؟ چون طبیعتاً تعداد سابسکرایبرهای شما داره رشد میکنه. پس تعداد کلیک رو اگر بخوایم معیار قرار بدیم، این هستش که شما این ماه پوش زدید مثلا به 1,000,000 نفر، ماه بعد ممکنه پوش زده باشید به 1,500,000 نفر. خب تعداد کلیک توی این دوتا با سی تی آر مثلا میگم یکسان، طبیعتا تعداد کلیک دومه بهتره، ولی این مبنی بر عملکرد بهتر روی محتوای پوش نیست. پس اینجا بهتره که ما معیار سی تی آر رو قرار بدیم. مورد بعدی این از چه زمانی پوش دلیور میشه و چه زمانی دلیور نمیشه. ببین شما زمانی که کاربرهای شما نتشون خاموش باشه پوش دلیور نمیشه بهشون و شما میتونید اینو تنظیم بکنید که این پوش تا چه تایمی منتظر بمونه که کاربر اینترنتش رو روشن بکنه و کاربر حالا یا به نوعی اون نرم افزار رو باز بکنه. نرم افزار رو نیاز نیست باز بکنه، منظوری که از این که از مثلا فورس کلوز درش بیاد. یکی از موردهای دیگه‌ای که باهاش میتونید عملکرد پوشتون رو چیز بکنید، ارزیابی بکنید، ست کردن UTM هست. شما زمانی که UTM ست میکنید میفهمید که این کاربرها اومدن و در واقع با اون UTM میتونید ترکشون بکنید که رفتار این کاربر تو وبسایت شما چجوری بوده، کاربرهایی که از این UTM اومدن، و بتونید بررسی بکنید که مثلا میگم من اگر یک سایت خبری هم امروز اخبار خودرویی پوش میکردم، کاربرهایی که میان چه مقدار تو وبسایت من میمونن و مثلا ممکنه تو یه روز 3 تا خبر پوش کرده باشه، کاربرهایی که میان چه مقدار تو وبسایت من میمونن، کاربرهایی که از اخبار خودروی میان چه مقدار میمونن، کاربرهایی که از سمت اخبار اقتصادی میان چه مقدار میمونن و اینکه چقدر میچرخن توی وبسایت من، همه اینها رو میتونید ترک بکنید که بتونید به نوعی بفهمید که بهترین نوع خبری که شما میتونید پوش بکنید چقدر، پوش در یعنی در قالب پوش ارسالش بکنید چه مقدار هست و
بتونید به بهترین در واقع سلوشن برای ارسال پوشتون برسید، که این خبرها تحت این تایم ها پوش بشن از همه بهتر. حالا یه سری نکات کلی رو بخوایم بررسی بکنیم که یه مورد دیگر من ذکر بکنم، در کل شما میتونید کیفیت کاربرهایی که مثلا اخبار خودرویی رو باز میکنن رو با کیفیت کاربرهایی که اخبار اقتصادی باز میکنن با همه اینها بسنجید و مقایسه بکنید. حالا بخوام یه سری نکته کلی رو در رابطه با ارسال پوش نوتیفیکیشن با هم بررسی بکنیم، که اینها با تجربه به دست اومده که معمولا این پوش های بهتری هستن، کاربرای با کیفیت تری میارن، سی تی آر بالاتری دارن، یعنی کلیک بیشتری میخورن. این هستش که شما بهتره به اشخاصی که تمایل دارن پوش ارسال بکنید. این مفهومش میدونم که الان فکر میکنید که خب کل افرادی که اکسپت کردن یعنی تمایل دارن که بهشون پوش ارسال بشه. متأسفانه جلوتر که ما مفهوم سگمنت بندی و تگ زدن رو بگیم، این یک کوچولو نمود بهتری پیدا میکنه که شما دقیقا به افرادی که مخاطب اون خبر هستن پوش رو ارسال میکنید. دومیش اینه که تعداد معقولی در طول روز پوش ارسال بکنید. مثلا وبسایت هایی هستن که یهو 50 تا پوش نوتیفیکیشن تو روز ارسال میکنن. خب طبیعتا این کاربر رو خسته میکنه، این کاربر رو کلافه میکنه. زمانی که تعداد معقولی ارسال بشه، مثلا در حد 3 یا 4 تا نهایت 5 تا پوش در طول روز ارسال بشه، این کاربر رو خسته نمیکنه و باعث میشه که کاربر کلیک بکنه و برگرده. پیام غیر اسپم ارسال بکنید، یعنی پیام هایی که ممکنه مثلا تیترشون یه تیتری باشه که فقط کلیک بگیرن، ولی وقتی تو خبر باز میکنه میبینید که نه اصلا همچین خبری نیست. مثلا یه تیتر خیلی جذاب و کلیک خور، ولی وقتی کلیک میکنید اصلا باز میشه یه چیز دیگه است. من الان خبر تیتر میکنم قیمت خودرو نصف شد، باز میکنم ببینم چی شد، بعد توش میارم میذارم که مثلا یه خبر راجع به کرونا بزن. این میشه یه پیام اسپم، هیچ ربطی به هم نداره. کاربر انتظار داره که اون چیزی که کلیک میکنه روش رو باز بکنه و یک خبری در راستای اون ببینه، نه اینکه باز بکنه و یک خبری کلا 180 درجه متفاوت یا با یک مضمون و یک چیز دیگه ای ببینه. مورد بعدی که خیلی مهم هست، ارسال در زمان مناسب. که شما زمانی رو برای پوش زدن انتخاب بکنید که کاربرانتون بیشتر دوست دارن پوش بگیرن. این یکی از مقوله هاش با همون تست هایی که من گفتم در میاد، که شما مثلا یه وقتی میبینید اوکی من اگر نصف شب پوش بزنم که کاربرم صبح ببینه خیلی خوبه، یه وقتی میبینید که نه کاربر من مثلا معمولا میگم دم صبح ها میگم در عصرها وقتش آزاده و میتونه گوشیش رو چک میکنه و پوش میاد سری کلیک میکنه. این دیگه بنابر حالا رفتارهایی است که از کاربرتون میتونید بشناسید. طبیعتا از جاهای دیگه هم میتونید این داستان رو ترک بکنید و یه دید نسبی نسبت بهش داشته باشید. مثلا ساعتهایی که رو سایتتون سفارش ثبت میشه، ساعتهایی که بازدید سایتتون میره بالاتر، از این طریق میتونید درک بکنید که کاربرهای شما چه تایمی بیشتر دوست دارن که سایت شما رو باز بکنن. خب طبیعتا تو اون تایما بهشون گوش بزنید احتمال اینکه کلیک بکنن بیشتره. تیترهای مرتبط و جذاب بذارید. ببینید تیتر در واقع اون ویترین شماست برای اینکه کاربر بیاد تو وبسایت شما بخونه. همون جوری که تیتر باید جذاب باشه، باید مرتبط هم باشه که کاربر اون ویترین رو وقتی میبینه بیاد تو. دقیقاً مثل ویترین یه مغازه میبینه. چون اولش هم من گفتم بخوام حالا یه فلش بک بزنم، شما الان به لاک اسکرین گوشی کاربر هم حتی راه پیدا کردید. خب و اینه که کاربر رو لاک اسکرینش این رو میبینه. اگر اون تیتر جذاب باشه و اون خبره خبری باشه یا اون کالای کالایی باشه که کاربر الان بهش نیاز داره و دوست داره که اون خبر رو بخونه، اون مقاله رو بخونه یا این کالا رو بخره، خب طبیعتا کلیک میکنه و میتونه حتی منجر به فروش بشه، حالا توی جاهای دیگه منجر به اون گل هایی که ست کردیم براش بشه، مثلا کاربر بیاد یه خبر رو بخونه ما کاربر رو برگردونیم به وبسایت. استفاده از عکس خیلی کمک میکنه، عکس های طبیعتا مرتبط، که کاربر زمانی که عکس رو می‌بینه دید بهتری نسبت به محتوایی که قراره ببینه، نسبت به کالایی که قراره بخره پیدا می‌کنه و این باعث میشه که خیلی دوست داشته باشه کلیک بکنه. میتونید حالا آپشن هایی که سرویس های پوش در اختیارتون میذارن، که حالا میگم جلوتر باز پوشه رو بررسی می‌کنیم، میتونید بنابر با توجه به منطقه جغرافیایی پوش بزنید. مثلا اگر شما وبسایت فروشگاهی هستید و الان یه کالایی رو موجود کردید، یه جشنواره هم دارید، ارسالتون برای تهران رایگانه، میتونید فقط به تهرانی ها پوش بزنید.
خب طبیعتا شما زمانی که فقط به تهرانی ها این رو پوش بزنید، میتونید مثلا این موضوع رو فقط هر روز پوش کنید به تهرانی ها توی اون یه هفته ای که جشنواره دارید. ولی اگر مثلا به منی که شاید تو تبریز نشسته باشم پوش ارسال بکنید، من خب این به چه درد من میخوره؟ هر روز داره میاد، کلافه میشم، میرم پوش نوتیفیکیشن ها رو بلاک میکنم. با اینکه شما بتونید با توجه منطقه جغرافیایی پوش بزنید، برای استفاده توی همچین جاهایی، برای یا مثلا شما وبسایت خبری هستید، یه اتفاقی تو تهران افتاده، مثلا یه اتفاقی توی منطقه دو تهران افتاده، به تهرانی ها پوش میزنید که آقا تو منطقه دو مثلا این اتفاق افتاده. این برای تهرانی ها خیلی جذاب تره تا اینکه شما وقتی یه اتفاقی تو تبریز افتاده براشون پوش بزنید. این یه کوچولو ممکن از اون جذابیت کمتر بکنه و اون نرخ کلیکتون رو میاره پایین تر و حتی یه جاهای باز کلافگی کاربر بشه. همه این کارها و حالا جلوتر که با هم مورد تگ بندی و دسته بندی کاربران رو بررسی میکنید، برای اینکه شما بتونید پوش های بیشتری بزنید و کلیک های بیشتری دریافت بکنید که خب طبیعتا تو فروش کالا به فروش بیشتر منجر بشه، توی حالا وبسایت های خبری و حالا گل هایی که ما گذاشتیم برای برگردوندن کاربر و گرفتن تایم آن سایت و همه اینها بتونه به تایم آن سایت بیشتری منجر بشه، به کاربر با کیفیت تری منجر بشه. اینا نکاتی بود که واسه ارسال کلی پوش بود، یعنی نکات کلی که برای ارسال پوش بود و خیلی خوبه که رعایت بشه. ما بخوام راجع به دسته‌بندی کاربران صحبت بکنیم، ما الان توی سمت چپ تصویر ببینید ما یه سری کاربر داریم، پس که همه کاربرانی که پوش ما رو اکسپت کرد، ما میتونیم بیایم اینها رو بر اساس رنگ دسته‌بندی بکنیم، بشه اون دسته‌بندی سمت راست که ما 4 نفر بنفش داریم، 4 نفر قرمز، 4 نفر سبز و 4 نفر زرد. یا اینکه من میتونم بیام اینا رو یه جور دیگه دسته‌بندی بکنم، بگم مثلا خانوما، خب طبیعتا مثلا 8 تا خانوم دارم من الان اینجا و من یه لحظه عذر میخوام، 9 تا عذر میخوام، 9 تا خانوم دارم و 7 تا آقا. میتونم اینجوری دسته‌بندی بکنم. اصطلاحا هم به این کار میگن تگ زدن. من الان روی دسته اول یه تگ بنفش زدم، روی دسته دوم یه تگ قرمز زدم، روی دسته سوم تگ سبز، روی دسته چهارم تگ زرد و روی خانم ها تگ خانم زدم، روی آقایون تگ آقا. حالا الان میخوام یه کالایی رو بهشون بفروشم و میخوام از طریق پوش تبلیغ بکنم که این مخاطب این کالای من مثلا میگم آقایونی هستن که تو دسته بنفشن، مثلا دسته بنفش آقایونن که به ارز دیجیتال علاقه دارن، من میخوام یه کیفول سخت افزاری الان بفروشم که و اینکه میدونم بیشتر مخاطبینم آقا، مثال دارم میزنم، حالا اینجا یه کوچولو مثالش شاید بد شد، میخوام یه دسته رو به آقاهای این کالا رو به آقاهای بنفش بفروشم. این بهش میگن سگمنت کردن، یعنی شما بیاید یک سری تگ رو سوا بکنید که آقایون بنفش، مثلا خانم های قرمز اینجا تگ بزن، بنابر تگ هایی که زدید یه سری تگ رو دسته‌بندی بکنید و سوا بکنید و به اونها ارسال بکنید. ما الان توی پوشه میتونیم برای شما کاربران رو تگ بندی بکنیم، یعنی شما میتونید کاربران رو تگ مثلا ارز دیجیتال بزنید، کاربران رو تگ مثلا میگم کاربری که داره قیمت دلار رو دنبال میکنه، اگر شما یک سایت خبری باشید، در واقع دارم این رو مثال میزنم، الان مثلا این کاربرا کاربری هستن که اخبار سیاسی دنبال میکنن، این کاربرا کاربری که اخبار اقتصادی دنبال میکنن، حالا یه ذره دقیق تر مثلا این کاربرا کاربری که اخبار از دیجیتال دنبال میکنن، این کاربرا کاربری که دنبال اخبار حقوق و دستمزد مزایان، همه اینها میتونید تگ بندی کنید. زمانی که دارید یک پوش رو میذارید، یک خبری رو پوش میکنید، میتونید بیاید از طریق سگمنت بندی کردن به یک سگمنت خاصی از کاربران یک خبری رو پوش بزنید، یا زمانی که شما یک فروشگاه هستید میتونید بیاید کاربراتون رو تگ بندی بکنید به یک سگمنت خاصی این پوش رو بزنید. البته الان سگمنتیشن رو داریم بهینه سازی میکنیم، انشالله این مورد تا آخر سال هم سگمنتیشن هم میاد. منتهای مطلب حالا همونجور که جلوتر هم توضیح میدم توی پیاده سازی پوش، یه مقداری زمان بره پیاده سازی کردن پوش نوتیفیکیشن و حالا شما باید پوش نوتیفیکیشن رو پیاده سازی بکنید، کاربراتون رو تگ بزنید، به تعداد برسید که بتونید راحت به هر سگمنتی دلتون میخواد پوش ارسال بکنید. این میشه تفاوت تگینگ و سگمنتیشن که شما
میتونید به سگمنت خاصی پوش بزنید یا میتونید به تگ خاص پوش بزنید. همونجا هم گفتم الان قابلیت پوش زدن به تگ هست، ولی قابلیت پوش زدن به سگمنت هنوز وجود نداره. یعنی وجود داره، داره بهینه سازی میشه که دوباره فیچرش بیاد بالا و بتونید استفاده کنید. یه مورد دیگه درآمدزایی از طریق پوش نوتیفیکیشن هست، مورد بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم. ما تا الان داشتیم بررسی میکردیم که شما به کاربرهای خودتون پوش بزنید، به یک تگ خاصی از کاربرهای خودتون پوش بزنید، به یک سگمنت خاصی از کاربرهای خودتون پوش بزنید، یا به همه کاربرهای خودتون پوش بزنید. شما میتونید این کارو بکنید که به کاربرهای یک سری آدم دیگه هم پوش بزنید. به چه شکلی؟ چه شما چه هر آدمی میتونه این رو بیاد قبول بکنه که پوش تبلیغاتی رو وبسایت من ارسال بشه. این یه مقدار تاثیر داره، ولی خب باعث درآمدزایی شما از وبسایتتون میشه. یعنی درآمدزایی، ما تا الان هر صحبتی که کردیم درآمدزایی غیر مستقیم از پوش بود، اینجا درآمدزایی مستقیم از پوشه. اگه شما وبسایت خبری داشته باشید، پوش بزنید، بیان رو تبلیغات توی وبسایتتون کلیک کنن، بعد شما کلیکی از اد نتورک پوش بگیرید، این میشه درآمد غیر مستقیم از پوش نوتیفیکیشن. ولی اینکه شما به ازای اینکه پوش تبلیغاتی ارسال بکنید، یه نفری رو پوش تبلیغاتی کلیک بکنه و شما کلیکی پول دریافت بکنید، این میشه درآمدزایی مستقیم از پوش نوتیفیکیشن، که به دو تا حالت مثل همه نوع تبلیغات میتونید شما این کار رو انجام بدید. یا با یه اد نتورکی کار بکنید، یعنی در واقع با یک پلتفرم واسط کار بکنید که بین شما و تبلیغ دهنده هست، یا اینکه مستقیم پوشتون رو بفروشید. کار کردن با اد نتورک یه مزیتی داره، اینه که شما شاید مستقیم نتونید مثلا با 500 تا مشتری در ارتباط باشید، مجبور به یکی یکی معرفی بکنید آیا مشتریان بیان نیان همه اینها، ولی اد نتورک با 500 نفر مستقیم در ارتباطه و میتونه یه حجم عظیمی از تبلیغ رو سمت شما بیاره که شما استفاده بکنید. شما میتونید توی اد نتورک ها رجیستر بکنید و شروع کنید از طریق پوش نوتیفیکیشن که روی وبسایتتون دارید پول در آوردن، که حالا جلوتر پیاده سازی این ماجرا رو هم میگیم که به چه شکل شما حتی میتونید از طریق مدیاعت پوش تبلیغاتی دریافت بکنید و ما میتونیم کمکتون بکنیم که درآمدتون از توی وبسایتتون بره بالاتر. حالا شما زمانی که دارید درآمدزایی میکنید از پوش نوتیفیکیشن، این شکلی هست که شما اکسپت میکنید که پوش تبلیغاتی بره رو وبسایتتون. مثلا شما یک وبسایت خبری سیاسی هستید و یک نفری دوست داره که یک کالایی رو به کسایی که اخبار سیاسی میخونن معرفی بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد میره پیش اد نتورک، میگه من میخوام یه همچین تبلیغی رو بزنم از طریق پوش نوتیفیکیشن. اون اد نتورک هم میگه مثلا من سایت ایکس رو دارم که سایت سیاسیه و شما میتونی روش پوش ارسال بکنی، تبلیغ اون کاربر رو روی سایت شما ارسال میکنه. همین شکل شما اگر یک مجموعه باشید که مثلا یک فروشگاه دارید، میتونید بیاید برید رو کاربرهای سایت های خبری، رو کاربرهای سایت های مثلا دیجیتالی که پوش تبلیغاتی ارسال میکنن، پوش ارسال بکنید، پوش تبلیغاتی ارسال بکنید، که و این میشه همون دسته از پوش هایی که گفتم که پوش ارسال میشه. مثلا دارم میگم پوش از سمت مدیا ارسال میشه، ولی شما وقتی روش کلیک میکنید، مثلا میاید برید توی یک سایت، یک فروشگاه، این میشه پوش تبلیغاتی دیگه، نمیشه پوش در واقع بدون که پوش خود، پوشی که خود رسانه زده، مرجعش خود رسانه است. بخوایم الان یه مورد، یه کیس استادی خاص رو بررسی بکنیم، من متاسفانه اسم این ناشرمون رو نمیتونم بگم، ولی میتونم این روند تغییراتش رو بهتون نشون بدم. به خاطر حالا اون مسئله محرمانی که هست، من نمیتونم اسمشون رو بگم چون در واقع دیتاهای نمایش، کلیک و هزینه هاشون است. خط سبز این نمودار برای درآمدیه که درآمد ناشر هستش، خط آبی میزان کلیکه، یعنی اون نمود ستون‌های آبی، اون خط قرمز هم میزان نمایش. این کاربر از هفته دو پوش نوتیفیکیشن رو ارسال کرد، شروع کرده تبلیغات روی پوش نوتیفیکیشن رو. مطمئن هستم یه نکته رو توجه داشته باشه که این کاربر زمانی شروع کرد این سایت که یه تعداد خوبی سابسکرایبر داشت. حالا الان دقیق خاطرم نیست اون چه تعداد سابسکرایبر داشت، ولی می‌خوام اون تغییر رونده رو با هم بررسی بکنیم.
این هستش که خودتون الان میتونید ببینید که میانگین نمودار مثلا تو پنجم و ششم چقدر بوده و از هفتم چقدر شروع شده به بالا اومدن زمانی که پوش ارسال شده. این پوش میتونه شما زمانی که صاحب رسانه باشید خیلی به درآمدتون کمک بکنه، به درآمد در کنار تبلیغات نیتیو، تبلیغات بنری، رپورتاش هایی که کار میکنید و همه اینها. پوش نوتیفیکیشن میتونه یه کمک جدی به تغییر درآمدتون از وبسایت بکنه و اینکه درآمدتون رو ببره بالاتر، بنابر حالا کیفیت کاربرها و کیفیت کاربرهای پوش رو که حالا جلوتر تو پیاده سازی منم میگم که چیکار میتونید بکنید که کیفیت کاربرهای پوشتون بره بالاتر. یکی از خب طبیعتا اون مواردی که کیفیت کاربرها رو میبره بالاتر اون تعداد پوشی که میزنید که کاربر شما خسته نشده باشه از پوش دیدن. خب ما حالا همه اینها رو بررسی کردیم، همه مزایایی که پوش داشت رو گفتیم، همه کاربردهایی که یعنی کاربردهای کلی که از پوش داشت رو گفتیم، مزایای کلیش رو گفتیم، همه اینها رو بررسی کردیم. حالا ما با چه شکلی میتونیم پوش نوتیفیکیشن رو وبسایتمون پیاده بکنیم؟ این لازم هست که شما یک سرویس اضافه ای رو از دریافت بکنید و رو وبسایتتون اضافه بکنید که بتونید توسط اون پوش ارسال بکنید. به عنوان مثال سیستم پوش نوتیفیکیشنی که در واقع مدیات باش کار میکنه، پوشه، شرکت پوشه رو الان مثال میزنید و جلوتر با هم بررسی میکنید. این هستش که من میخوام یه توضیح کلی بدم، اینه که شما توی اون سرویس توی پوشه ثبت نام میکنید و وبسایتتون رو ثبت میکنید، بعد شما یه چیز دارید به اسم دیالوگ که اون پیامی هستش که میاد روی صفحتون که کاربر به شما بگه، که به کاربر میگید که آقا مثلا میخوای بهت پوش ارسال بکنیم یا نمیخوای بهت پوش ارسال بکنیم و کاربر اکسپتش میکنه. بعد از اون یه کد اسکریپتی دریافت میکنید، اون کد اسکریپت رو میذارید وبسایتتون که اون کد اسکریپت کارش چیه؟ کارش ارتباط با در واقع ارتباط پوشه با ارتباط سرور پوشه با سایت شماست که پوش هایی که میخواید از طریق پنل پوش ارسال بکنید رو میفرسته رو سایتتون که ارسال بشه. و از اون ور هم نه در واقع پوش ها رو از این ور ارسال میکنیم، بیشتر برای اینکه شما زمانی که یک نفر سابسکرایب کرد این ور توی پوشه یه پوش آیدی بهش اختصاص داده میشه، یعنی یک آیدی بهش اختصاص داده میشه به اون مرورگره. همونجوری که اگه خاطرتون باشه اول صحبتم هم گفتم که ما به ازای هر مرورگر روی هر دیوایس یه آیدی تعریف میکنیم، یعنی یک سابسکرایبر میشناسید. بعد از اون یک سرویس ورکر هم نیاز است برای داستان های مقولات فنیش اضافه بکنید که بتونید اینو به نوعی به بهترین حالت پیاده بکنید و بتونید استفاده بکنید از سرویس پوش. حالا قدم به قدم ما میخوام همه این مراحل رو با هم بریم جلو که ببینیم به چه صورت شما میتونید ثبت نام بکنید و پوش نوتیفیکیشن رو پیاده سازی بکنید توی وبسایتتون. در قدم اول این هستش که شما میرید توی وبسایت پوشه ثبت نام میکنید که فیلداش حالا پر میکنید، یه تعدادی کاربر طبیعتا الان شما دارید، شما ممکنه جای دیگه کاربر داشته باشید، سابسکرایبر داشته باشید، حالا بنابر دیلی که با اون اد نتورک با اون سرویس دارید یا میتونید سابسکرایبر هاتون انتقال بدید یا نمیتونید سابسکرایبر هاتون انتقال بدید و سابسکرایبر هاتون در واقع لاک. به چه شکلی شما میتونید سابسکرایبر هاتون انتقال بدید و بیارید روی پوشه که خب جلوتر هم میگم که حالا مدیات با سرویس پوشه پوشای تبلیغاتیش رو ارسال میکنه. به این شکل هستش که شما زمانی که مثلا دارم میگم از سرویس پوش نوتیفیکیشن ایکس دارید استفاده میکنید، شما اون سرویس پوش نوتیفیکیشن رو اسکریپتش رو میذارید میمونه و زمانی که توی پوشه ثبت نام کردید و رفتید جلو کد اسکریپت پوشه رو هم میذارید. شما به محض اینکه از سرویس قبلیتون پوش ارسال بکنید، هر کسی که اون پوش های تبلیغاتی رو باز بکنه چون یه بار اجازه داده که این مرورگر بهش پوش بزنه، اتوماتیک تو سرویس ما هم ثبت میشه و یک آیدی بهش اختصاص داده میشه، ما به عنوان یک سابسکرایبر میشناسیمش که شما بعدش میتونید بهش پوش بزنید. به این شکل میتونید سابسکرایبرتون انتقال بدید. این در واقع کاربر فعال اپلیکیشنی که برای شما گذاشته شده از یه جهتش این هستش که شما میتونید کاربرها رو انتقال بدید، از یه جهت دیگه این هستش که شما چه مقداری بازدید دارید رو وبسایتتون و چه مقداری حالا توی اپلیکیشنتون ممکنه چیز داشته باشه، کاربر فعال داشته باشه. مورد بعدی شماره تماسه که شماره تماس و ایمیل هست و آدرس وبسایت که اینها همش باید زحمت بکشید وارد بکنید و این فرم پر میکنید و شما ثبت نام میشید در پوشه. یه ایمیل تایید براتون میاد، ایمیل تایید رو اکسپت میکنید، بعد از این کارشناسای ما اطلاعاتی که وارد کردید و یه بررسی میکنن و ثبت نام شما نهایی میشه توی پوشه. بعد از اینکه ثبت نامتون نهایی شد
توی داشبورد که وارد بشی، تو قسمت وبسایت ها که بری، یه قسمت دارید به اسم ایجاد وبسایت، ساخت وبسایت جدید. اونجا رو که وارد بشید، شما میتونید چندین وبسایت رو اد بکنید. شما یه زمانی هست که مثلا میگم یک هلدینگی و چند تا وبسایت زیر مجموعه دارید، میخواید برای هر کدوم کد پوش نوتیفیکیشن بگیرید و حالا کاربراشون رو به اصطلاح برگردونید روی پوش بزنید و برگردونید روی وبسایتتون. که من یه نکته ایرم بگم، اصطلاحا به این کار میگن ریتنشن مارکتینگ. وقتی زمانی که ایجاد وبسایت رو بزنید، نام وبسایت و دامنه وبسایت رو وارد میکنید، آیکون وبسایت رو هم وارد میکنید برای زمانی که شما دارید پوش ارسال میکنید، اون آیکون نمایش داده بشه، و برای زمانی هستش که حالا خب توی خود پنلتون هم بتونید بنابر آیکون سوا بکنید. دو تا نکته وجود داره، یکی اینه که سایت شما تو محیط وردپرس ساخته شده یا نه، یعنی سی ام اس شما وردپرس یا نه. اگر سی ام اس تون وردپرس باشه، بعد تیک وردپرس رو بزنید، خب مراحلش فرق میکنه، میره جلوتر و مراحل متنوعتری داره و یه سری کارهای دیگه باید انجام بشه برای پیاده سازی کد روی وبسایتتون. و مورد دومی که مهمه برای پیاده سازی کد روی وبسایتتون این هستش که وبسایتتون از HTTPS پشتیبانی میکنه یا HTTPS نداره، یعنی در واقع SSL دارید یا ندارید. زمانی که فقط وبسایتتون با HTTP کار بکنه، نیاز هست یه دونه ساب دامین برای شما ساخته بشه توی پوشه. شما اون ساب دامین رو اینجا زمانی که بزنید وبسایت تنها با HTTP کار میکنه، شما اون ساب دامین رو سمت راست وارد میکنید و اون ساب دامینه براتون ساخته میشه، که حالا جلوتر تو همه این مراحل توضیح داده میشه. ما چون حالا یه کوچولو توی وبینار وقتمون کمتر بود، داریم مراحل رو همه رو با یه سیستم میبریم جلو که مثلا وبسایت از HTTPS پشتیبانی میکنه و وردپرس ساخته نشده. حالا و هر جایی هم سوال داشته باشید در رابطه با اینها، میتونید از پشتیبانی سوالتون رو مطرح بکنید و بپرسید و دوستان در خدمتتون هستن. بعد از اینکه شما وبسایتتون رو ثبت کردید، باید دیالوگتون رو تنظیم بکنید. ببینید دیالوگ اون چیزی هستش که الان در واقع به نوعی پیشنمایشش سمت چپ بالای تصویر داره دیده میشه. اون در واقع متن اون اعلانی که میاد که شما میخواید توی وب پوش عضویت داشته باشید یا نه. ببینید این ما سه نوع دیالوگ داریم که شما یا میتونید که دیالوگ دیفالت مرورگر رو بذارید، که حالا مثلا من میخوام الان مثلا کرومش رو بگم. شما زمانی که کروم یه سر سایت رو باز کنید، یه پنجره مشکی اون بالای چپ تصویر میاد که میگه آقا میخوای به این سایت اجازه بدی که بد نوتیفیکیشن بده یا نه، یا شما میتونید اکسپت بکنید یا میتونید دینای بکنید. این در واقع کمتر میزان سابسکرایبر رو میگیره برای شما، یا اینکه میتونید از دیالوگ تمام صفحه استفاده بکنید که توجه کاربر رو جذب بکنه. توی اونجا توی نوع دیالوگ میتونید این ستا رو تعیین بکنید، یا اینکه میتونید از یه حالت بینابین استفاده بکنید که نه کاربرتون زیاد اذیت بشه و نه اینکه بازده کمی بگیرید. اونم اینکه یک دیالوگ دلخواه رو بذارید. توی این دیالوگ دلخواه شما میتونید تیتر رو، اون متن دکمه ها رو، اون متن رو و همچنین آیکون رو عوض بکنید. ببینید اینها همش تاثیر داره، یعنی که کاربر شما سابسکرایبر بکنه شما رو. من عمیقا توصیه میکنم که از متن پیش‌فرض استفاده نکنید و اینکه متن رو خودتون بنویسید. ببینید باید دو تا نکته رو دقت بکنید، یکی اینکه کاربر رو ترغیب بکنید که اکسپت بکنه، ولی کاربر بی کیفیت نداشته باشید، یعنی کاربر انتظار چیز دیگه ای نداشته باشه وقتی اکسپت داره میکنه. مثلا شما اگر میخوای از جدیدترین اخبار آگاه شی، میخوای از جدیدترین اخبار آگاه بشی، دو تا گزینه داره، میخوام نمیخوام. بعد میتونید راستچین چپچینش رو حالا تنظیماتش رو بکنید. یه مورد دیگه که داریم تأخیر در نمایش دیالوگ، که شما میتونید بگید که آقا کاربر من زمانی که مثلا 10 صفحه رو توی وبسایت من گذروند بعدش بشینه نشون بده، زمانی که چند ثانیه تو وبسایت بود بعدش اینو بهش نشون بده، زمانی که مثلا نصف صفحه رو اسکرول کرد اینو بهش نشون بده، که اونها همه بنابر سلیقه که دارید و نوع کاربری که دوست دارید توی اون در واقع گنجینه پوشتون باشه، نوع اون سابسکرایبر است. چون شما هر کسی که اون رو قبول بکنه میشه سابسکرایبر شما و شما میتونید بهش پوش ارسال بکنید. در وهله بعدی تنظیمات زنگوله است، که شما زنگوله رو میتونید تنظیم بکنید، در تو وبسایت ها باز بکنید که همیشه دیدید که یک زنگوله همیشه هستش که
کاربر میتونه روش بزنه و عضو پوش بشه، چون به نوعی ماهیتش هم همون ماهیت اینه که آقا من میخوام خبردار بشم از یه چیزی، زنگو میزنن برای اینکه یه کسی رو خبردار بکنن از یه چیزی، که اینجا میتونید تنظیمات حالا بصریش رو انجام بدید و فعالش بکنید. سومی مورد موقع تنظیمات موقعیت مکانیه که شما میتونید بزنید که آقا من موقعیت مکانی رو دریافت بکنم یا نکنم، و حالا زمانی که دارم این رو فعال میکنم که موقعیت مکانی رو دریافت بکنم، با یک دیالوگی دریافت بکنم یا به صورت دیفالت دریافت بکنم، و بعد از اون حالا در واقع چیزا میتونید اون جنبه بصریش رو ادیت بکنید که اون تیتر و متن و اون دکمه ها و اون آیکونی که سمت چیز هست رو بتونید ادیت بکنید، و جلوات آیکون رو اینجا نمیدونم میشه ادیت کرد یا نه، این رو حالا میتونید بررسی بکنید، فکر کنم آیکون رو تو این مورد نمیشه. بعد از اینکه شما اینها رو تنظیم کردید، شما یه کد اسکریپت دریافت می‌کنید که کامل اینجا توضیح داده شده. این کد اسکریپت رو بعد تو تگ بادیتون قبل از اسلش بادی بذارید، که این کد اسکریپت در واقع ارتباط سایت شما با سرویس پوشه هستش، که حالا پایین تر هم یه لینکی هست که شما میتونید راهنمای کامل وب پوش رو مشاهده بکنید، که میتونید ببینید که چیزه میتونید ببینید که حالا اگر جایی سوالی موردی چیزی داشتید بتونید به اون داکیومنت کلی دسترسی پیدا بکنید. بعد از اینکه کد اسکریپت رو دریافت کردید روی سایتتون گذاشتید، لازم هست که شما یه فایلی به اسم پوشه /sw.js روی فولدر روت وبسایتتون بسازید، یعنی تو فولدر اصلی وبسایتتون بسازید، که در واقع آدرسش این شکلی میشه دیگه، میشه سایت شما /pushe-sw.js، و این یه خط کد رو اونجا بنویسید، یعنی یه فایلی داشته باشید که این یه خط کد رو بنویسید. در صورتی که http باشید این مورد رو دیگه نمیخواد بنویسید، در واقع این میشه همون لینکی که اولش ساختید، این مورد میشه همون لینکی که اولش ساخته، دیگه نیازی نیست اون توسط پوش انجام میشه. این مراحلی که اینجا برید جلو برای در واقع این هستش که شما بتونید پوش رو راحت کلی پیاده سازی بکنید روی وبسایتتون، و خیلی راحت هم میتونید توی همونجا تو دستبندی مخاطبه این شروع کنید کاربرها رو تگ زدن، تگ های مختلف تعریف بکنید و تگ های مختلف رو کد هاش رو بگیرید و توی وبسایتتون قرار بدید، که داکیومنتیشن های کاملش توی وبسایت پوشه هست، توی پوشه هست، شما میتونید برید و اون داکیومنتیشن ها رو اون مقالات رو مطالعه بکنید که بتونید اون تگ ها رو پیاده سازی بکنید و کاربرهاتون رو تگ بندی بکنید. حالا شما میخواید که از طریق وبسایتتون درآمد هم داشته باشید، برای این کار سرویس پوشه یه دونه توکن به شما میده که شما توی صفحه اصلیتون زمانی که وبسایت هاتون نشون داده میشه از اونجا میتونید دریافت توکن رو بزنید، توکن رو دریافت بکنید. بعد از اون لازم هست که بیاید توی مدیات ثبت نام بکنید، یک ویجت بسازید، یک ویجت پوش نوتیفیکیشن بسازید، اون توکنی که از پوشه گرفتید رو اونجا اد بکنید. توی مدیات میتونید ساعت ها رو تعیین بکنید که از چه بازه‌ای تا چه بازه‌ای پوش های تبلیغاتی ارسال بشه، چه تعدادی در روز ارسال بشه، و بعد از اون پوش های تبلیغاتی شما شروع به ارسال شدن میکنه. باز هم تو این راستا هر سوالی مشکلی چیزی باشه از طریق چت آنلاین پشتیبانی ناشرین مدیات میتونید با ما در تماس باشید، دوستان ما هستن که بتونن کاملا راهنماییتون بکنن که به چه شکل پیاده سازی بکنید تبلیغات پوش نوتیفیکیشن رو. مورد بعدی که هست، موردی که حاضر میانته این هستش که ببینید استفاده از سیستم پوش برای شما هزینه بره، اولش یه تایمی هزینه بر نیست، یعنی یه تایمی رو شما فری میتونید استفاده بکنید، ولی بعد از اون استفاده از سیستم پوش نوتیفیکیشن براتون هزینه بره. منتهای مراتب برای ناشرین مدیا اد این سیستم هزینه بر نیست، یعنی سیستم پوش کاملا فری در اختیار شما قرار داده میشه برای ناشرینی که مدیا اد پوش تبلیغاتی بزنه، یعنی شما نه تنها میتونید پوش رو فری داشته باشید بلکه میتونید تبلیغات هم ارسال بکنید و یک درآمدی هم از طریق تبلیغات داشته باشید. خب من عرایزم تموم شد، اگر سوالی چیزی هست بفرمایید که سوالات رو هم ما با هم یه جنبندی بکنیم و بعد از اون یه مرور کلی داشته باشیم روی صحبتهایی که کردیم، و من از خدمتتون مرخص میشم.
من یه کوچولو بیام بالا، از بالا اگر سوالی باشه. خب منم کامنت ها رو دارم بررسی میکنم. تصویر رو کنم، موضوع رو شیر بکنم. این خبره خب اولین سوال تو کنم برای محمدی بوده، تفاوت تگ و سگمنتیشن چی؟ ببینید تگ به این صورت هست که شما یک سری تگ رو روی کاربراتون میزنید که مثلا دارم میگم این کاربر من به اخبار ارز دیجیتال چیزه به نوعی علاقه من. یه جای دیگه میاد تگ میزنید که مثلا کاربر ما به اخبار سیاسی علاقه من. یه جای دیگه میاد تگ میزنید که این کاربر من به اخبار خودروی علاقه من. خب الان یه جایی شما مثلا این کاربر من به قیمت دلار علاقه من. یه جایی یه خبری میاد میخواید به کاربرهایی مثلا بفرستید که هم به قیمت دلار علاقه دارن هم به قیمت خودرو. یعنی در واقع این شکلیه که مثلا شما خبرتون اینه که با پایین اومدن قیمت دلار قیمت خودرو مثلا اینقدر درصد ریخت. خب میای چیکار می‌کنی؟ این رو یه سگمنت می‌کنی، این دو تا شرط رو با هم روی یک نفر اعمال می‌کنی، نه به دسته A در واقع پوش می‌ذاری، نه به دسته B، به اشتراک دسته A و B پوش می‌ذاری. وقتی که شما به اشتراک این دو تا دسته پوش بزنید یعنی شما در واقع به این سگمنت پول زدی، میگم پول عوض می‌خوام پوش زدی. برای آقای محمدی دوباره پرسیدن که برای فری به چه صورت بود برای ناشر. ببینید شما زمانی که ناشر مدیات باشید، ناشر تبلیغات مدیات باشید و تبلیغات مدیات رو سایتتون قرار داده بشه، شما حتی اگه وبسایت فروشگاهی هم داشته باشید ما میتونیم روی وبلاگتون تبلیغات قرار بدیم. و زمانی که اجازه بدید که مدیات تبلیغ پوش نوتیفیکیشن روی یعنی از طریق سیستم پوش نوتیفیکیشن وبسایت شما پوش ارسال بکنه، استفاده از خدمات پوشه برای شما رایگان میشه که شما میتونید پوش های خبریتون رو هم یعنی پوش هایی که به کار برای خودتون میزنید رو رایگان بزنید و دیگه نیازی نیست پولی پرداخت بکنید. آیه طاهریان پرسیدن سلام چطور میشه عضو مدیا اد شد؟ خیلی راحت، شما توی گوگل سرچ بکنید مدیا اد یا اینکه وبسایت media.org رو باز بکنید، بالا سمت چپ قسمت ثبت نام هست، شما میتونید ثبت نام بکنید به عنوان حالا ناشر، وبسایتتون رو برای ما میزنید، دوستان وبسایتتون رو بررسی میکنن، اگر مناسب تبلیغات باشه تایید میکنن. اگر میخواستید فقط تبلیغات پوش نوتیفیکیشن ارسال بکنید و وبسایتتون تایید نشود، یعنی مثلا وبسایتتون فروشگاهی بود و خواستید فقط تبلیغات پوش نوتیفیکیشن ارسال بکنید، بعدش میتونید توی چت آنلاین به همکاران من توضیح بدید این داستان رو که وبسایتتون رو برای تبلیغات پوش نوتیفیکیشن باز بکنه. وبسایتتون بررسی میکنم، مناسب تبلیغات باشه تایید میشه، شما داخل پنل میتونید اقدام به ساخت جایگاه و قراردادن جایگاه ها بکنید. میدیا اد یک پلتفرم، آیه اعتمادیان سوال پرسیدن میدیا اد پلتفرم جدا داره نسبت به پوشه؟ بله پلتفرم جداست، ما این دوتا پلتفرم با هم لینک هستن. ما میدیا اد پوش های تبلیغاتیش رو از طریق پلتفرم پوش ارسال میکنه، یعنی همونجوری که شما پوش های خبر زمانی که پوش رو بذارید روی وبسایتتون پوش های خبری رو ارسال میکنید، زمانی که اون توکن همگام سازی رو یا در واقع اون API رو توی مدیا اد هم وارد بکنید، ما هم پوش های تبلیغاتی رو از همون طریق ارسال میکنیم روی وبسایتی که وبسایت شما. حالا ما یکی دو دقیقه هم منتظر میمونیم اگر دوستان سوال دیگه ای داشتن.
ببینید اینکه الان شما میگید که قیمت هر پوش چقدره، یه لحظه عذر میخوام. اینکه قیمت هر پوش، ببینید این هستش که پوش بنابر کلیکی محاسبه میشه، یعنی پرداخت به شما برای تبلیغات پوش، پوش کلیکی هستش. شما مثلا دارم میگم 1 میلیون سابسکرایبر دارید، به تعدادی ما مثلا روز 3 تا پوش تبلیغاتی برای شما ارسال میکنیم، یعنی ما 3 میلیون پوش ارسال میکنیم. به میزانی که روی وبسایت شما پوش تایید کلیک بشه، یعنی پوش های ارسال شده، یه بخشش دلیور میشه زمانی که نت کاربران خاموش نشده بهشون میرسه پوش، و به تعداد آدم هایی که کلیک بکنن اون کلیک حالا ریونیو شیر بین ما و شما تقسیم میشه که 65% سهم شما و 35% سهم مدیا هستش. اگر سوالی نیست من از خدمتتون مرخص بشم و ما آیه اسکندری پرسیدم ویدیوی این سمینار رو چطور میتونیم داشته باشیم؟ توی کانال تلگرام تپسل قرار داده میشه، توی آپارات تپسل هم اگر عضو بشید ویدیو این وبینار قرار داده میشه. آقای محمدی پرسیدن قیمت هر کلیک چقدره. ببینید قیمت هر کلیک پوش بنابر کیفیت کاربر شما میتونه از در واقع 200 تومن باشه تا حالا بالاتر، که این بنابر کیفیت کاربر پوش و کمپین هایی که در حال در اون تایم توی مجموع جریان دارن هستش. اگر حالا ببینید الان آدرس چیز محمدی، آدرس آپارات و کانال تلگرام مدیا رو میخوان، توی آپارات که تفصیل سرچ کنید کانال تلگرام تفصیل میاد. شما الان کانال ناشرین مدیا رو ها از اینجا میتونید بردارید، زمانی که ویدیو این وبینار روی کانال تفصیل بره همزمان روی کانال ناشرین مدیا هم ما قرارش میدیم. از همین جا میتونید که چیز بکنید، اسمش چیه، ویدیوی وبینار رو داشته باشید. و حالا اگر باز هم سوالی چیزی باشه میتونید از طریق چت آنلاینی که توی سایت مدیات هست تو بخش ناشرین با من یا همکاران من تو بخش ناشرین مدیات در تماس باشید که ما بتونیم به بهترین نحو کمکتون بکنیم. دوستان اگر سوالی نیست، اگر سوالی هست من در خدمتم. راه‌های ارتباطی رو هم من اینجا نوشتم، اگر باز هم بعد از وبینار سوالی راجع به پوش نوتیفیکیشن و یا هر سوال دیگه ای که در راستای تبلیغات توی فضای وب، انتشار تبلیغات روی وبسایتتون باشه، من در خدمتتون هستم و خوشحال میشم بتونم کمکی کرده باشم. خدا قوت، خسته نباشید، خیلی ممنون که این ارائه رو حضور داشتید، امیدوارم که مفید براتون واقع شده باشه. خسته نباشید، شبتون بخیر.